بود در این برنامه که خواهیم دید تاریخ، طبیعت، حرف‌های بسیار، چیزهای خواهیم دید و به شهری خواهیم رفت زیبا به نام گستاد، یک شهر تاریخی. ولی برنامه رو آغاز می‌کنیم با موسیقی از گروه حجاز که کاملاً با برنامه ما همخوانی دارد در روش ساز زدنشون. خواهیم دید، باهاشون صحبت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم. از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت منو از پای افکن پای افکن پای افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت منو از پای افکن چرا میزنی چرا میکشی چرا میزنی که مژگان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت منو از پای افکن پای افکن پای افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند غم عشقت من از پای افکن پای افکن پای افکن سپاس خیلی قشنگ. دو نفر دیگه هم دست دادن از 8 فیلم برداری اونجا وایستادن، نه اینکه پوز بدیم، ما گفتیم این اینقدر حاضر اونجا وایستادن کسی نمیداشت. خیلی متشکرم بچه ها، خیلی عالی بود، سپاس. امیر روز جان خیلی خوشحال میونم به همتون همه گروه. ما شما رو قبلا دیده بودیم توی گروه های دیگه، دو نفر شما رو بغیر ندیده بودیم که حالا معرفی خواهیم کرد. حتما. اسم گروه حجاز هستیش، ربطی به فامیلیت نداره که اتفاقا. و فکر کنم که دیگه بچه ها اصلا انتخاب کرده خود کنه. چیزی که همیشه برای من جذاب بوده نوع سازبندی شما در آهنگ ها هستش.
جوری که هماهنگی سازها هست، جوری که صدا زده میشه، شاید موسیقی ما یک زمانی این صدا رو اصلا داشته و میشنیدن، زمانی که دوتار مثل دوتار این پرده بندی ها بوده. این نگاه خب به موسیقی خیلی مهمه، چون موسیقی اصیل ما چندین تحول مختلف داشته. از جشن هنر شیراز بگیرین، حالا نمیخوام از مشروطه شروع کنی، با جدیدتر بعد زمان انقلاب بود، بعد دوران عرفانی بود یا عرفان زدگی میشه گفت، بعد موسیقی کنسرتیه، بعد موسیقی در خفاست، هزاران شکلای مختلف داشته که این هر کدوم یه حس دیگه رو از موسیقی اصیل معرفی کرده و حتی کنار گذاشته. این یک نگاه دیگه ای که ما رو دنیا امروز ماست، شاید دنیا دنیا مجازی توش هست، همه چی هست. این چه تأثیراتی گرفته از کجاها موسیقی شما؟ ذهن خب آهنگسازها و تنظیم کننده ها و نوازنده ها دیگه الان فقط موسیقی اصیل یا فقط یه موسیقی کلاسیک، موسیقی دیگه نمیشنه. به همونطور تغذیهشون، همونطور دیدشون، همونطور صحنه‌هایی که می‌بینن یا رفتارهایی که دارن، اینا همه تلفیقی شده. حال تلفیقی لغت خود جهانی شده. جهانی شده. جهانی شده. یک رنگ شده. بشه. و الان نمیشه گفت موسیقی مال فقط فلان جاست یا مال فقط فلان جاست. من به نظر من این موسیقی موسیقیه که درسته استادای ایرانی اجرا میشه، اما واقعا شخصیت خود مردم ایران رو الان داره. خیلی جالب، دیگه من حرفی گفتن نداریم. خیلی سپاس از شما. من میرم که صحنه رو بدم دست شما، چون برنامه ادامه دارد. گروه حجاز میخواند و ما هم میریم به شهر گزلار، در اونجا ادامه بده. تعارف هم نکردی بگیم حالی دقیقه بشیم. ماکت شهر قدیمه.
اینجا میفهمیم که این شهر قبلا یک حصاری دورش بوده و خیلی هم کوچکتر از این بوده و اینجا یک پادشاه داشته، یک کلیسای اصلی داشته، یک قصر داشته که اینجاست که میبینیم و خواهیم دید. این کلیسای مرکزیه که بالای برجش نرفتیم که دور ور شهر رو ببینیم و اینجا هم میدون شهری که اون عقاب بود و دور ور اطراف ما هم هتل اون اینوراست. دروازه های مختلف داشته و مثل همین فیلم های هالیوودی هست که میگن همه چی اسراری دورش هست. بعضی معتقدن که این شهر شکل یک صلیب ساخته شده، یعنی خطوط چند کلیسایی که اینجا هست و کلیسای دیگه درست شکل یک صلیبه. بعضی هم مخالف هم میگن هم چیزی نیست، برای این شکل شهر اینو درست کنن برای بچه ها که بیان نگاه کنن. مثلا پر از چیز میزای ریز، مثلا ماهی که نشونه این رودخونه است، اینا درست کنن بچه ها خوششون بیاد و نگاه کنن این شهر. کوچه قدیمیه اینجا، مثل نمایشگاه نقاشی هستش. هلو، کام این بیا تو. سو یو آر رانینگ ان آرت گالری ویت مودرن اینجا خیلی تو در تو هستش. وی دو هاف اور مودرن آرت این دیس اولد رومز این دیس وری اولد هاوس. And these old houses are very twist. I mean, they're yes, twisted. We left everything as it was, so you have to run through all these tiny rooms and follow me into our little garden. خیلی پیشتر پیش خونه قدیم. آه، back garden. بعد باغچه پشت. It's excellent. اینجا هم حیات پشتی این خونه هاست که دیدیم بالاخره. ندیده بودیم تا حالا. خیلی جالب. تشکر از این خانم و این هنرهای عجیب. Okay, that's fantastic. Fantastic. این یه خونه معمولیه با نوشتهایی که بالاش داره من 1400 سال پیش. این برام یه خونه است با گلهای لاله. این هم یک نمایشگاه و فروشگاه نقاشی و آثار هنریه. این یه خیابون خیلی تاریخی، خانه‌ای هست مال 500 سال پیش، مال 400 سال پیش، مال 800 سال پیش، دوره رنسانس، دوره باروک. باروک دوره‌ای بود که موسیقی پاپ امروز می ازش شکل گرفت به خاطر نگاهی که به سازبندی و موسیقی داشتن. ولی در این خیابون بارونم گرفت. این خونه خیلی مهمه، اینجا تقریبا شبیه قصره. پنجره‌های بزرگی داره اونجا که می‌بینید، در حالی که همه پنجره خونه‌ها کوچیکه. این نشونه یک خانواده ثروتمند و به خصوص شهر گسلار هستش. این خانه خاندان زیمنز هست، کسانی که تا امروز در کار مخابرات دنیا دستن در کارن. وسایل الکترونیکی ساختن که تو خونه ها هنوز هست و داستان ها دارن. این خانواده نزدیک به 700 سال در این شهر خدمت داره و بیرون خونه تو بسیار زیبا با چوب کنده کاری شده. ما میریم درش رو میذاریم میریم تو. به ما اجازه دادن که این تو رو ببینیم. معمولا هیچ که نمیتونه بیاد. جالبه این خونه تقریبا زمانی ساخته شده که آلی قاپو در اصفهان ساخته شده. خونه خیلی قدیمی هستش. هنوز کفش کف همون سالهای اولیه که این خونه رو ساختن، 400 خورده سال، 500 سال پیش تقریبا. این خروجیش بوده به حیات و آشپزخونه و آبجوسازی خود این خونه و همطور به استبل ها یا جایی که اسبار نگرم دارن. اینجا هم حیات داخلیش، یه عکسی هم اینجا گرفتن کل خانواده در حدود 100 خورده سال پیش. خانواده این بالا زندگی میکرده، آشپز خونه، آبجو سازی. یه زمان اینا آبجو مینداختن برای کل شهر و از این طریق پول در میآوردن خانواده زیمنز. الان بادی داره، بارونی دارن میآید. ایشون نگهبان اینجاست. آها، این یکی از همین لوله‌های قدیمیه که آورده. واه، سنگین بی‌نهایت و توش هم فلزه.
فقط این this is the iron to connect the two together, yeah? The next one. آها با این حلقه فلزی بعدی رو می‌چسبوندن. من توش الان می‌تونم ببینم. بسیارم سنگینه. Where did it used? Here, yeah? Yes. Over the floor. In this building. In this ground. لوله‌های زیر زمین این خونه است. Thank you. Very nice. Thank you. اینم همون آبجو سازی خونه بوده که یکی از تخصص‌های تجارت این خانواده از قدیم که اینجا میشستن خوش میخوان. این جالبه، این اتاقه که چوبی رو که میبینید قبلا بیرون برده میشده و باش میفروختن آبجو و چیزهای دیگر رو، فعلا گوشتن اینجا خیلی عجیبه، قبلا زیرش چرخ داشته حرکت میکرد. اینجا هم جو رو میجوشوندن و مراحل مختلف آبجو سازی بوده. یکی از خصوصیات این آبجو سازی سقفش بوده، اینکه این سقف عرق میکرده و چکه چکه میریخته توی بشکه های آبجو و میگن که باکتری هایی که روی سقف اینجا بوده باعث میشد که آبجوی این خانه آبجوی خاصی باشه و عوض بشه و به الکل تبدیل بشه آبجو. اینا از عجایب و غرایب اینجا هستش که داریم میبینیم. مغازه متحرک بوده. What do they sell in this? Everything. Many things for the living. آها، تمام وسایل زندگی. نمک، شکر، وسایل خوراکی. و اینم کابینت‌های مختلف و کشوهاست که باز می‌کردن، چیزهای مختلف. و اینو می‌بردن بیرون برمی‌گردن، خیلی عجیبه. با اجازه خاندان زیمنز، نوازندگان بنوازند. Oh.
هیچ جای به این اندازه پنجره بزرگ نداره. شاید یک خونه دیگه رو من یک جای دیدم. شاید مال همین زیمنس ها بوده. ببین پنجره به این بزرگی و شیشه‌های قدیمی که نمی‌تونستن صاف در بیارن، واسه این موجدار بوده و حبابدار، چون تو کوره‌های اینها ساخته می‌شده که حرارتش کمتر از کوره‌های امروزه. و این نقش و نگاره که گذاشتن انگور که به گفته یکی از تاریخ‌دانانی که باش صحبت کردم نشانه عیسی مسیح و خون عیسی مسیحه و برکت. برکت به خاطر تعداد دانه‌های انگور مثل دانه‌های انار برای ما معنی برکت داره و انگور به خاطر اینکه نشان عیسی مسیح هستش. چون در شام آخر گفت شراب بنوشید که این خون من است. و این زاویه زیبا، این هم بعضی از وسایلی که شاید من اون زمان بودنه نمیشن گوشن برای دکور. و این هم قفسه یادگارها یا کارنامه خاندان زیمنس هستش تا قرن بیستم، قرن قرون اخیر. زیمنس ها مال این شهر هم و بعداً نوادگان در شهر دیگه آلمان به دنیا آمدن. خانواده پولداری بودن، ثروتمند بسیار، و اولین سمعک رو درست کردن برای یعنی کسایی که شنوایی کمی دارن در حدود 200 سال پیش. اولین سمعک مثل بوق بود و بعد این شد گوشی برای تلفن و تلگرام و بعد رفتن وارد خط تلگرام شدن. اولین لوکوموتیو برقی دنیا رو اختراع کردن و ثبت کردن. در کار تلگراف بودن پیش از اینکه تلفن به وجود بیاد. با اون تق‌تقا که می‌زدن مورس می‌رفت این ور اون ور و حروف می‌نوشتن و بعد به تدریج وارد کار مخابرات در دنیای امروز شدن. خیلی از وسایل امروزی خونه رو ابداع کردن و تولید کردن. گوشی‌های تلفن زیمنس تا چند سال پیش هنوز دست ملت بود، هنوزم شاید هست این برانور نمیدونم. و حتی دستگاه MRI مغز که عکس میگیرن ازش زیمنس ها تولیدش میکنن. و این هم عکس های خانوادگیشونه. و جالب از این شهر کوچیک بودن، از اینجا به این خونه اجدادیشونه که ما توش قدم گذاشتم. و بر میگردیم به جنگل، جنگل بارزنه. به بالین ها